و برنامه رو انشاءالله با شرح مهان عزیز پیگیری کنیم. شرح یک کلمه فارسی است، یعنی متعلق به منطقه ما نیست. شما به وفور در اشعار شاعران گرانسنگ ادبیات کلاسیک ایران اصطلاح شرح رو میشنوید. در فرهنگ لغت شرح از دالان کلماتی چون شرفه، شربه، شرفا، چربه، شرفک، شرفان عبور کرده و امروز در کسبت زیبای شربخانی در اندیشه مردم اهل جنوب به شکوفه نشسته و امروزه اصطلاح شربخانی رو از منطقه بوشهر در واقع دنبال میکنند. هموطنان عزیز، یک توضیح رو من خدمت آواز کلاسیک دشتی که در ردیف از جایگاه بسیار خوبی برخوردار هست، جایگاه رفیعی برخوردار هست، آواز دشتی که زیر مجموعی دستگاه شور هست رو چارچوبش نه به زعم من بلکه با پژوهش هایی که بزرگان و اساتید علم ردیف در واقع انجام دادن، چارچوب آواز دشتی رو آوازهای منطقه ما در واقع تشکیل دادن و شما اصطلاحاتی رو میشنوید مثل حالا آواز یک دشتی که یک آواز هست، زیر مجموعه آن گوشه های دشتستانی، گوشه های حاجیانی، تنگ سیری، برازجانی یا خیلی از این گوشه هایی که حالا با این نام ها در آواز ردیف کلاسیک ایرانی در آواز دشتی آمده و دشتی خواستگاه شربه هست و در واقع همه عزیزان اعتقاد دارن که منطقه دشتی بیشترین سم رو هم در تعدد گوش یا گرده های مختلف و همین که از تنوع بسیار زیادی برخوردار هست شربه ها در دشتی و اینکه اصالت بیشتری داره. شما در مناطق مختلف می‌بینید که مثلا به خاطر همجواریشون و گویششون که ما حالا گویش اکثر اوقات اکثر مناطق استان بوشهر دوری هست، ولی این گویش و این در واقع من نمیگم گویش، میگم زبان دشتی، چون این خاصیت یک زبان رو داره. از اصالت بیشتری برخوردار هست و گویش ما حتی ما در بندر بوشهر هم گویش لری صحبت میکنیم، ولی در دشتی گویش کاملا متفاوت هست و همین موضوع باعث شده که شربه ها و آوازها از اصالت بیشتری توی دشتی برخوردار باشن نسبت به جاهای دیگه. و یک موضوعی که امروزه شما در اکثر اوقات شربه میشنوید، حالا شربه هایی در مناطق زیادی از استان برگزار میشه، متاسفانه به لحاظ اصالت از اصالت خودش فاصله گرفته و شما امروزه خیلی به ندرت شربه ای که شربه باشه، شربه ای که در واقع حس یک عشق واقعی و یک در واقع هجران، یه هجرانی که در واقع به وصل تبدیل نشده و به وصال نرسیده رو خیلی کم از شربه‌ها و بیشتر شما شربه رو سمت مرثیه‌خوانی و مصیبت‌خوانی در واقع گرایش پیدا کرده و اینم یکی از دلایلش اینه که خیلی از عزیزان رو در مراسم‌هایی که سوگ هست دعوت میشن و چون شربه‌خوانی حس آواز شربه حس اون مراسم رو تأمین نمی کنه، سعی می کنن که از تحریم ها و در واقع اون احساس سوگ استفاده بکنن و همین نهادی نمیشه و در واقع شربه به سمت مرثیه خوانی میره و امروزه شما می بینید که در واقع خیلی کم شربه بکنن. شربه حسش یک حس عرفانی و یک حس معنوی هست و به نظر من با مرگ اصلا هیچ پیوندی نداره.
و شما این شعرهایی رو که میشنوید، حالا دوستان که از شعرخوانان برجسته هستند و اساتید این هنر هستند، ولی اکثرا متاسفانه دارند مرثیه میکنند و امیدوارم که شرایط فراهم بشه دوستان جوانانی که دارند کار میکنند این آواز رو با تحقیق و پژوهش بخونند. خیلی متشکرم. من برای شروع از استاد ارجمند و پیشکسوتمون جناب آقای اسماعیلی دعوت میکنم که شعرخوانی رو ایشون محفل امشب رو آغاز کنند. برای سلامتیشون یک صلوات بفرستیم. عجب بزمیست این بزم رفیقان فلق این جل را برمان میشون. خدایا شام هجرون هر یکی را مبدل کن به بسم نازنینان.
زهر را هم اثر نجز نقش پاره
صلواتی بفرستیم برای سلامتی استاد اسماعیلی.